در واقع تو این مثال این دوستمون چون از وضعیت اون قضا اطلاع نداشته فریب ظاهرش رو میخوره و میره دنبال اون، بعدم به این وضعیت دچار میشه. بله، همه این حرف ها برای این بود که بفهمیم اون چه که باعث میشه انسان پاسخ واقعی رو پیدا نکنه جهلشه. پس برای پیدا کردن پاسخ واقعی باید اول آگاهی لازم رو کسب کرد. خب اولین سوال اینه که پاسخ درست و واقعی باید چه خصوصیت هایی داشته باشه؟ اولین ویژگیش اینه که باید واقعیت داشته باشه. اگه یه چیز ساخته ذهن و مندرآوردی باشه نمیتونه نیاز انسان رو برطرف کنه، نمیتونه انسان رو خرسند کنه، شاید یه مدتی آدم رو به خودش مشغول کنه، ولی وقتی آگاهی انسان بالا میره میفهمه که اون پاسخ پاسخ واقعی نبوده. مثلا اریک فروم میاد پاسخهای مختلفی که در طول تاریخ به نیاز واقعی پرستش داده شده رو بررسی میکنه. میگه علاقه فرزند به پدر و مادر، عشق جنسی، عشق به وطن، پناه بردن به مواد مخدر، خلاصه همه اینها پاسخهای مقطعی به نیاز پرستش هستن. اما پاسخ درست و نهایی از نظر اریک فروم پرستش خداست. فروم به طور منطقی به این نتیجه میرسه، اما از نظر اون خدا یک پدیده ذهنیه و در جهان خارج از ذهن واقعیت نداره. با این حال معتقده که همین خدای سمبولیک نیاز انسان رو به هر حال برطرف میکنه. خب اریک فروم یک ماتریالیسته و بنابراین نمیتونه واقعیتی به نام خدا رو بپذیره. اما اگه خدا پاسخی به نیاز انسان هست که هست، پس ضرورتاً باید واقعی باشه، باید در خارج از ذهن من و شما وجود داشته باشه، و یعنی که نمیتونه مفید و موندگار باشه، اصلا نمیتونه خدا باشه. حالا بریم سراغ دومین ویژگی پاسخ واقعی به پرستش. دومین ویژگیش اینه که باید مطلق باشه. مطلق باشه؟ بله مطلق باشه. مگه تو این جهان پدیده مطلقی هم داریم؟ در جهانی که ما میبینیم نه، اما این جهان با همه ابعادش داره به سمت یه مطلقی حرکت میکنه که اون مطلق اسمش خدا. وایسو اول مطلق رو تعریف کن ببینم منظور چیه. مطلق یعنی نامحدود، یعنی بی نهایت. خب چرا پاسخ واقعی به پرستش باید نامحدود و بی نهایت باشه؟ به خاطر تو، به خاطر من، به خاطر انسان. انسان به خاطر ویژگی اختیار و آزادی انتخابی که دارد همواره به کمال و به نامحدود نظر دارد. انسان بی نهایت طلب است، درست در نقطه مقابل حیوان و نیازهای محدود او با انسانی مواجه هستیم که از محدودیت می گریزد. مرزهای زندگیش را در می نوردد و در هیچ مرزی متوقف نمی شود. به تاریخ بنگرید، راستی انسان در کجا متوقف شده؟ نه در زندگی فردی و نه در زندگی اجتماعی هیچ توقفی برای انسان متصور نیست. بنابراین پاسخ واقعی به نیاز پرستش انسانی باید نامحدود و بی نهایت، یعنی مطلق باشد.